بررسی جنبش کارگری در سال گذشته، گفتگوی ما با علیرضا نبایی را می‌شنوید. آقای نبایی سلام و ممنون از این که این وقت رو دادی که امروز با هم باشیم. سلام رفیق امیر و منم ممنونم از شما که این فرصت در اختیارم گذاشتین که بتونم با شنوندگان و بینندگان شما نقطه نظراتم رو در میون بذارم، همچنین بهشون درود میفرستم. بله ممنون. پیشاپیش سال نو میلادی رو هم به شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه تبریک میگیم. به آخر سال میلادی 2023 رسیدیم. اگر موافق باشید یک نگاهی کنیم به جنبش کارگری، جنبش معلمان، احتمالاً بازنشستگان، حالا به هر حال اون چیزی که الان شما آماده دارید، تا ببینیم این جنبش ها در چند ماه گذشته چه تحولاتی داشتن، آیا تأثیرات انقلاب ژینا بر اونها چه بوده، آیا رژیم تونسته این اعتصاب و اعتراضات رو عقب بزنه، آیا پیشروی داشتیم، یه مقایسه به این شکل داشته باشیم. بفرمایید. منم شاد باش میگم سال میلادی جدید و به خودت و تمام شنوندگان بینندگان رادیو پیام کانادا. ضمن این یادآور میشم که چون ما جنبندیمون از نظر سالیانه با سال شمسی خودمونه، در واقع من در رابطه با نه ماه گذشته و مقایسهش با دوره مشابه در سال 1401 یا نه ماه های اول 1401 به کل 1401 یادآور میشه، ما مجموعه اعتراضات کارگران شاغل به بازنشسته که شامل معلمان و بخش درمانم میشه تو این نه ماه گذشته که ثبت کردیم 2269 اعتراض که اگه بخوایم تفکیک بکنیم 1070 تاش مال کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی، 76 تاش مال معلمان، 86 تا بخش درمان، 1037 تا مال مجموعه بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی مختلف. اگه اینو بخوایم مقایسه بکنیم با نه ماهه 1401 که تعدادش 1500 تا بوده، افزایش 51% رو داریم. و اگه بخوایم با کل 1401 مقایسه بکنیم تعداد اعتراضات کارگری رو که ثبت کردیم 1882 تا بوده، یعنی همین الان ما نسبت به کل سال 1401 20% افزایش اعتراضات رو داریم. بعد ما غیر از اعتراضات کارگران، مثلا اعتراضات متفرقه اسمشونی میذاریم، مثلا کشاورزان، نمیدونم افراد دارای معلولیت، مالباختگان خودرویی، مالباختگان مسکن و غیره، محیط زیست، همه دیگری اعتراضات غیر از مثلا دانشجویان، اینا رو ما تو این بخش نمیذاریم، یا مسئله زاهدان و استان سیستان بلوچستان چون ویژگی های خاص خودشون داره، حدود 435 اعتراض هم در این مورد داشتیم که نسبت به کل سال 1401 باز هم افزایشی داشته که 382 تا بوده تو این رابطه. ما گفتیم در رابطه با اعتراضات سراسری 1401
مثلا یک شمایی به شما بدم تو این رابطه، ما توی فصل پاییز 737 اعتراض رو ثبت کردیم در بخش کارگران شاغل بازنشسته. این در حالی بود که ما در فصل پاییز سال 1401 که سال ماهای اوج کاهش اعتراضات کارگران شاغل بازنشسته بودیم، ولی میبینیم که وارد سال جدید میشیم، به مرور اعتراضات رشد پیدا میکنن که تا به این دوره چیز میرسیم، فصل پاییز میرسیم، در سه ماه ما 737 اعتراض داشتیم. همونجوری که به تفکیکم گفتم 1037 تاش مال کارگران بازنشسته است که در مجموع در 9 ماهه گذشته جایگاه خاصی این اعتراضات بازنشستگان در مجموعه اعتراضات داشتن، که این آماریه که از نظر کمی میتونم در اختیار شد. بله بسیار. قبل از هر چیز من میخوام ازت تشکر بکنم به خاطر کار ارزشمندی که انجام میدی، چون درآوردن و پیگیری این اعداد و ارقام متاسفانه خیلی از فعالین فقط جنبه خیلی ظاهری و هیجانی قضیه رو نگاه میکنن، ولی نگاه به آمار و ارقام خیلی مهم هست، چون واقعیت بستر جامعه رو نشون میده بدون هیچ کم و کاست و اعمال نظری، و این بسیار کار ارزشمندی است. خسته نباشید. در مورد وقتی داریم این اعتراضات رو نگاه میکنیم و وقتی که صحبت هستش که 51% افزایش داشته، نشون میده که جامعه متحرک، متحول و بالنده است. این خیلی آمار خیلی بالایی هستش و این احتمالاً شاید بشه ازش نتیجه گیری کرد که جمهوری اسلامی نتونسته علارغم کنترل انقلاب ژینا بتونه سرکوب کنه حرکت ها رو و فائق بیاد. نظرتون چیه روی قضیه؟ خب شما لطف داریم به من در رابطه با چیزی که گفتین در مقدمه. ببین، اگه ما بخوایم این اعتراضاتو در دو جنبه بررسی بکنیم، یعنی یک جنبه از نظر جهانی، یک جنبه از نظر داخلی. از نظر جهانی، ما اعتراضات ما در ایران داره یک تجربه نوینی رو رقم میزنه. ما بارها با هم گفتگو کردیم، به خاطر این آمار ارقام رو میدیم، اینی که باید تو کل اعتراضات در ایران متمرکز بشیم. ما در قرن 21 شاهد اعتراضات در کشورهای مختلفی بودیم که اوج می گرفتن و بعد به نوعی هم فرو نشستن، یا مثلا در مصر مثلا یک تغییر رژیمی صورت گرفت، در اوکراین همینجور، یا مثلا اون چیزایی که در اسپانیا بود یا یونان بود منتج به تشکیلی یک حزب جدیدی شد تو این رابطه، به بعضی جاها مثلا شکست خوردن، سرکوب شدن به یک شیوه دیگه. ولی ما میبینیم که در سه دهه گذشته جنبش اعتراضی در ایران مداوم جریان داره، اوج میگیره، پایین میاد، ولی هیچ وقت اعتراضات نمیخوابه. این مشعل اعتراضات دست به دست میشه. روی این حساب من فکر میکنم که این آمار و ارقام هم گفتیم که اهمیت داره که ما فعالین کارگری نه از زاویه تجربیات و گذشته و کپی برداری چه در داخل و چه در جهان به این اعتراضات نگاه کنیم، بلکه باید خم بشیم
رو همین اعتراضات همین رو بررسی بکنیم و اینجوری ببینیم که یک تغییر تحولات بدعی تدریجی ولی با چشمانداز معینی داره صورت میگیره که میره یک آینده ای رو رقم بزنه و باعث یک تغییر تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ایران بشه. نکته بعدی در داخل ایران، همونطوری که به درستی گفتی به کارگران فولاد این روزا شعار میدن، نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد، یعنی نمیشه اضافه کرد، نه اخراج از کار، نه نمیدونم اخراج از کار، همه کارگران، معلمان به صورت مثلا بازنشستگی اجباری یا تنبیه‌های اقتصادی کردن، نه اینا تأثیری در این رابطه نداره. امکان داره مثلا یک دور مال معلمان رو افت بده یا جنبش اعتراضات سراسری یک فرودی رو شاهدش باشه، ولی بر بستر اون چیزی که در جامعه جریان داره و سیاست هایی که حاکمیت پیش میبره، چون این اعتراضات که برای کارنوال نیست که اینا میان تو خیابون، وقتی که ما میبینیم حتی در ایران تو وقتی که میری در یه تجمع شرکت میکنی، در یه راهپیمایی شرکت میکنی، میدونی که هزینه داره و حتی اینجا هم مثلا تو کشورهای اروپایی، آمریکایی یا دیگر نقاط جهان هم میتونه هزینه هایی داشته باشه، ولی هزینه ای که در ایران داره هزینه بسیار سنگینیه. این یک طرف قضیه است. یک طرف اینه که نه تنها از نظر کمی فقط رشد کرده اعتراضات، از نظر کیفی هم رشد کرده. مثلا مثال میزنیم، کارگران فولادو میدونی اعتراضاتشون مسبوق به سابقه است، سرکوب کردن. فقط الان نیست که کارگران ممنوع الورود میکنن یا اخراج میکنن یا به زندان میبرن، بلکه قبلا هم این کارو کردن. ولی این کارگران بعد از اینکه یک عقب نشینی میکنن، به ظاهر اینه که عقب نشستن، ولی در باطل دارن کار مستمر میکنن. وقتی که میبینیم در دوره جدید اعتراضات که امروز پنجمین روزش هستیم، این کارگران فولاد با شرکت کارگران بیشتری پا به میدان میزنن. مثلا همین فولاد مقایسه بکنیم به اعتراضات دوره قبلشون، تعدادشون چند دهه بود، قبلی رو نمیگم، این همین ما قبل اینو میگم، که الان چند صده یا اکثر کارگران فولاد در این اعتراضات شرکت کردن. یا برگردیم به کارخانه ذوب‌آهن، کارخانه ذوب‌آهن هم همین جوری اخیراً که اعتراضاتی که صورت گرفت، چند صد کارگر یا اکثر کارگران کارخانه ذوب‌آهن توش شرکت داشتن، چون به دلیل اینکه اون زمینه‌های اعتراضات خواسته‌هاشون هست که پیگیر دستیابی به مطالباتشون هستن. یعنی کارگرانی هستن که کارد به استخوانشون رسیده، بنابراین به این اعتراضات خودشون نه تنها ادامه میدن، بلکه یک نوع سازماندهی را هم پیش میبرن. هر چقدر توجه بفرمایید که وقتی که میگیم فولاد چند صد نفر تشکل ندارن، به ظاهر تشکل ندارن، ولی بسیجی میشه، پنج روز ادامه داره، چند صد کارگر حضور دارن، کنترل راه تردد رو به دست میگیرن، اعلام میکنن اگر 38 کارگر ممنوع الورود کردید، یعنی همه ما ممنوع الورود شدیم، اون کارفرما رو یک نوعی تلاشی میکنن، برنامه ریزی میکنن که پا به فرار بذاره توی هم رابطه. کارگران صنعت نفت، چرا من تأکید میکنم روی صنایع بزرگ؟ چون میدونیم که بعد از سال 57 اینا اولین کاری که کردن مانع از ایجاد تشکل در صنایع بزرگ مثل نفت، پتروشیمی، فولاد، ذوب‌آهن، همه که اینا میره توی چیز فولاد و اینا رو برنامه ریزی کردن. میبینیم علی رغم اینا این جریان داره. از طرف دیگه
میبینیم مثلا همین کارگران صنعت نفت مستمر بخش بزرگی از اعتراضات کارگران شاغل متعلق به کارگران صنعت نفت در نوع ماهی گذاشته، میان روز معینی رو انتخاب میکنن، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز معینی رو برای اعتراض در هفته تعیین میکنن و مداوم ادامه میدن. مخابرات همینجور، صندوق کشوری همینجور. و بعد میبینیم که در فصل پاییز یک نکته مثبتی که رقم خورده، مثلا بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری در خوزستان مقابل استانداری خوزستان شروع کردن به تجمع مشترک، که بعد از اون این به کرمانشاه کشید و حتی در هفته گذشته به تهران، که صندوق های مخابرات، بازنشستگان مخابرات، کشوری، تأمین و بخش لشکری رفتن جلوی سازمان برنامه بودجه مشترکاً دست به اعتراض دادن. یعنی اینکه چند نفر بودن و چه تعداد بودن نسبت به کل بازنشستگان، این یه طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه است یک نوع سازماندهی در پایین و بطعی، همونطوری که خودشون میگن در کف خیابان داره صورت میگیره، که باعث میشه که این اعتراضات علاوه بر این که از نظر کمی افزایش پیدا کرده، ما شاهد این باشیم کیفیتاً هم نسبت به سال گذشته و سالهای گذشته یک رشد قابل ملاحظه و امیدوار کننده ای رو داشته باشیم. ما اگر نگاه بکنیم به وضعیت معلمان، شما گفتید 76 مورد اعتصاب داشتیم، ما شاهد دستگیری و زندان و تبعید، اخراج خیلی از فعالین معلمان بودیم و خب آمار 76 نسبت به گذشته خیلی پایین هستش. این نشون میده که این نوع شیوه سرکوب کمک کرد به جمهوری اسلامی که این معلمان رو موقتا عقب بنشونه. متاسفانه یکی از مواردی که عملی نمیشه بررسی تجارب اتفاقاتی است که میفته و بعد از اون بخواد آدم درس پیدا بکنه. آیا فکر نمی کنید الان شرایطی باشه، گفتی در کف خیابون اینها به هر حال تجارب رو با هم تقسیم میکنن، تشکلی حالا ضمنی به وجود میاد، تا چه حد امکانش هست که تجارب سرکوب های گذشته، حالا بخشی از اینا کارگران یا بازنشستگان معلمان خودشون با گوشت و پوست حس کردن این سرکوبو، ولی از یک موردی هم مثل سرکوب معلمان میشه تجربه پیدا کرد و بتونه این حرکت ها رو عمیق‌تر و وسیع‌تر کرد یا پیوست داد؟ به نظر شما چه ابزاری میشه استفاده کرد برای این نوع انتقال تجربه ها و یادگیری ها؟ ببینید، همونطوری که من مثال زدم فولادو، باید در آینده ما شاهد این باشیم که ببینیم این معلمان این عقب نشینی که کردن در حال بررسی هستند یا نه. من شک ندارم که در حال بررسی هستند. طبیعتا این معلمان به دلیل اینکه تشکل دارن، جمهوری اسلامی، این چیزی هم که الان کارگران در عمل دارن میگن، تو مثلا فولاد و ذوب آهن اینا میگن ما همه نماینده خودمون، یعنی حربه جمهوری اسلامی رو خونسا کردن تو این رابطه. بنابراین اینا هم دارن بررسی میکنن و ما میبینیم که الان مثلا معلمان جوانی که در قالب خرید خدمتی هستن تو خیابون هستن و دست به تجمع میکنن. در حال حاضر الان تجمعات مستمر به اعتصاب در استان یزد دارن این معلمان. پس بنابراین این یک طرف قضیه. از یک طرف دیگر قضیه، در این حال که اینا سرکوب شدند و دارن برنامه ریزی میکنند، از تمامی جنبش ها، جنبش های دانشجویان، جنبش های کارگری، کارگران بازنشسته حمایت میکنه. ما امسال
پیام‌هایی که همین معلمان یا اقداماتی که همین معلمان به مناسبت 16 آذر کردن، چون دانشجویان هم چیز شدن، سرکوب شدن دیگه، ما همین اعتراضات دانشجویی بسیار کاهش پیدا کرد. حتی تا 16 آذر ما نسبت به سالهای قبل اعتراضات کمتری داشتیم. بنابراین ما میبینیم که اینا نقششون رو در این حال ایفا میکنن، یک نوع همبستگی بین اینا وجود داره در تجمعات بازنشستگان، معلم زندانی آزاد باید گردد سر داده میشه. پس بنابراین این چیزیه که یه نکته دیگر هم که گفتم، مشعل دست به دست میشه. خب مشعل یعنی چی؟ الان این اعتراضات که وجود داره اون میاد پایین، در مثلا اعتراضات سراسری کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی اعتراضات چشمگیری نداشتن. اونه ما بارها با هم هم صحبت کردیم، باز هم میتونیم صحبت بکنیم. معلمان نقش بسیار فعالی داشتن، یک هزینه ای که دارم میپردازم بابت اینه، ولی شک نکنیم که اینا دارن بررسی میکنن. همینطور که الان اطلاعیه‌ای که میدن، اون چیزای هشتگ‌های چی میگن زیرش می‌نویسن ما خاموش شدنی نیستیم میآییم، اینا هر کدوم این هشتگ‌ها یک پیام‌هایی داره، اینه که دارن کار میکنن. این طولانیه. خب این مشعل کی به دست بگیرن، کی جمهوری اسلامی به طرف بازنشستگان یارو بشه، مشعل بیفته دست اینا، یا دانشجویان بعد مشعل رو به دست بگیرن، این جنبشیه که جریان داره، مستمر به هم پیوسته است، به هم انرژی میدن در شرایطی که معلمان سرکوب میشن، بقیه بخش ها بیخیال نیستن. این خیلی مهمه. وقتی که میرن ما میگن که معلم زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، این بسیار مهمه. ولی ما باز هم یه بار دیگه تاکید میکنم، بارها تاکید کردم، اینه که همه ما چه در داخل و چه در خارج، چه فعال کارگری، چه فعال اجتماعی، چه فعال سیاسی، فعال اجتماعی میگم همه رو در نظر در بر میگیره، اینه که یک تجربه جدیدی داره در ایران رقم میخوره. اینجوری نیست که من یا شما به تنهایی بتونیم این مسئله رو تبیین بکنیم. باید همه خم بشیم روش به طور واقعی، یعنی اینکه بند بکنیم به یک تجربه در ایران یا یک تجربه در فلان کشور جهان و غیره و از دیدگاه اون برگردیم بگیم پیشنهاد اینه بدیم یا پیشنهاد اونو بدیم، و همینو باعث انشقاق بین خودمون بکنیم، این نادرسته. همگی با هم باید خم بشیم روی مسئله. چرا نمیتونه یک تجربه تاریخی در ایران رقم بخوره؟ خب ما این تجربه رو در هفت تپه داشتیم دیگه. در هفت تپه عملا با یک شور و هیجان‌های غیر واقعی به مسائل نگاه کردن. الان همون فعالان کارگری که من و شما در برنامه‌های مختلف راجبش صحبت کردیم و خیلی ها معترض بودن که این از نمیدونم رهبرای کارگری، الان قشنگ از زاویه کارفرما و از زاویه دستگاه سرکوب داره به مسائل نگاه میکنه، و این به گفته خود کارگران هست و عملا تونستن از روش های مختلف سرکوب کنن، از حدود دانشجویان مسلمان تا انجمن های مختلف وارد بشن و این رو سرکوب کنن. اینا تجاربی است که باید استفاده کرد. زاویه دیگر هم باید در نظر بگیریم. در اعتراضات سراسری سال 1401 خیلی ها طلبکارانه اومدن با کارگران برخورد کردن، و برخی ها که اصلا از جناح راست توهین آمیز که کارگران کجا هستن، در صورتی که جنبش اعتراضی سراسری سال 1401 فلبداهه نبود، یک گذشته ای داشت و یه آینده ای داشت. گذشتش کارگران نقش داشتن. اگر اعتراضات کارگری در سه دهه گذشته نبود، ما شاید این اعتراضات نه 96 و نه 98 و نه 1401 و شایدش نبودیم. وقتی که میبینیم
که اونجوری حاکمیت شمشیر از رو میبنده، قتل و خونریزی را میندازه و تازه میخواد دهه 60 رو یادآور بشه و اون دوران سیاه رو مستقر بکنه، میبینیم بخشای دیگر جنبش وارد میدان میشن و شعارهایی هم که در تجمعات میدن، مجلس خیانت میکند، دولت حمایت میکند، پیام ما به دولت خجالت خجالت، نه مجلس نه دولت نیستم به فکر ملت، مدعی عدالت خجالت خجالت. وقتی که اینا میان، این خودش یک نوع روحیه‌ای به این جامعه میده و از طرف دیگه حاکمیت عاجز میکنه برای اینکه اون دوران دهه 60 رو که آرزو داره دوباره مستقر بکنه. این جنبش هم باید ببینیم که بلافاصله اون چیزی هم که من تاکید کردم، ما شاهد تغییر تحولات تدریجی ولی اساسی هستیم، اینه که بعضیا میخوام مثلا تجربه 57 رقم بزنن، سریع یه دولت دیگری روی کار بیاد و فلان، اینا خود تجربه رو داریم، تجربه رو در کشورهای دیگر هم داریم که رژیم تغییر کرد، یه رژیم دیگری اومد سر کار. ولی ما میبینیم همین جوانان مثلا بازنشستگان یه نوع در میدان هستن، جوانان یه نوع دیگری هستن. همین روزا وقتی که صحبت میکنن میگن که در مدارس علاقه ای به مسائل دروس دینی مذهبی ندارن، این یعنی چی؟ این یه نوع تغییر تحولات تدریجیه که عقبگرد نداره. یعنی این حد مثلا گفتیم اعتراضات بخشای دیگر، یعنی ما نیروهای اجتماعی داریم که معترضن و دارن مطالبات خودشونو روشن میکنند. یعنی اینجوری نیست مثل 57 ما بگیم که اینا که اومدن تو میدون نمیدونن چه مطالباتی دارن، بعدا میخواد این مطالباتو رقم بخوره. یا مثلا وقتی که 57 سرنگونی رژیم شاهنشاهی صورت گرفت، این کارگران که بودن به طرف نیروهای سیاسی می اومدن که در رابطه با تشکل یابی از تجربیاتشون استفاده میکنن، اما الان ما میبینیم که برعکس شده. دقیقا برعکس شده. ببین شما الان شاهد یک چیز دیگه هم بودید، اشاره اید به سال گذشته داشتید، وقتی که کارگران در عرصه سیاسی به شکل دیگه‌ای وارد میشن، تأثیرات جدی خودشون رو میگذارن. نمونهش منشور مطالبات حداقلی بود، یعنی منشوری که تونست راست رو در واقع پرونده راست رو در جورج تاون ببنده و اصلا اون اتحادشون رو به هم بریزه با یک بیانیه‌ای که حالا انقدرم قوی نه، برای یک بیانیه شرایطی بود. ولی ما شاهدیم که همون کسایی که الان دارید راجبش اشاره میکنیم که به شکل رویایی، آرمانگرایی، نمیدونم آرمانخواهی، نمیدونم میخوان گذشته رو کلیشه بندی بکنن، با همون منشور هم طوری برخورد کردن که با هفت تپه برخورد کردن، که با مسائل روز امروز برخورد کردن. برای اینکه بخوایم بحث رو ببندیم، حالا اگه راجب این موضوع هم خواستید صحبت کنید توضیح رو بدین، ولی اگه بخوایم بحث رو ببندیم الان، مسئله مهم، ببینید این آماری که شما الان ارائه دادید، 51% افزایش اعتراضات نسبت به سال مشابهش که ما با بحث 1401 و اون تحولات اجتماعی بودیم، این یعنی یک چیز خیلی عظیمی داره در جامعه صورت میگیره. ولی این انرژی، این اخبار، این جمع‌بندی ها کمتر میاد، فقط یک سری به قول من رو پست های توی شبکه های اجتماعی هستش. حالا بجز اون یه تیکه منشور، اگر بخوایم ما روش های دیگه ای رو هم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم این آمار رو جدیتر کلاسه بندی کر و کاربردی تر به جامعه ارائه بدیم، باید چی کار کنیم؟ بفرمایید. ببین من یک نکته بگم در رابطه با منشور. اون منشور تأثیرات مثبت خودشو گذاشت، ولی من اعتقاد دارم که باز بخشی از جنبش بیاد چارتیستا افتاده. چارتیست یعنی منشور دیگه، میخواستم مسئله جنبش اعتراضی رو با منشورا حل بکنه.
این هم یه نوع کپی برداریه، متوجه ای؟ ضمن اینکه اون نکته مثبت بود، من از حامیانش بودم در اون مقطع، این چیز نمی کنیم، ولی اون حل کننده مسئله جنبش ایران نیست. ما نمیتونیم، البته اونها هم نه، اونها نه کسایی که مدافعش حالا بخشن مدافع این قضیه بودن، هیچ کدوم به معنایی نبود که حالا خود شما خود من این که اینها قرار منشور حل بکنه. منشور یک حرکتی از درون جامعه اومد بیرون و تاثیر خودش گذاشت. آره ببین، همینو من میخوام بگم که مثلا تو این واین هستیم که مثلا چون اونجا مثبت بوده، ولی فکر بکنیم که منشور، چون من احساس میکنم یه بخشی هستن حالا یه تغییراتی دادن اسامیشو اینجوری اون طرفی کردن، و فکر میکنم که با یه منشور، صدور منشور، همونطور که قطعنامه ها و بیانیه های اول مائمه و اینا که صادر میشد، حل نمیکنه، مثبته. یه چیزی رو، مطالباتی رو میذاره جلو، ولی همون خم شدن سر اعتراضات مهمه. ببین، یکی راه حلی که من میبینم به عنوان اونا که در میدان جریان داره، برای ما وظیفه ما، گفتم وظیفه ما کپی برداری نیست، صدور پیشنهاداتی بر اساس تجربه ایران یا یه تجربه در ایران یا تجاربی در جهان نیست. از همه این تجارب باید استفاده بکنیم و خم بشیم برای تجزیه تحلیل. برای تجزیه تحلیل اینا، ما اینی که یکیش، من قبلا هم حتما در گفتگو با شما گفتم این مسئله رو، این ببین اعتراضات الان همین که پرستار داد بزن حق تو فریاد بزن، بازنشسته داد بزن حق تو فریاد بزن، اون مال باخته هم میره، همینو میگه. یعنی چی؟ این یک نوع همبستگی، این یک نوع چیز توصیه، سراسری شدن اشاره هاست. دقیقا. پس بنابراین اهمیت داره اخبار اعتراضات پخش بشه. پس بنابراین اخبار درست اعتراضات پخش. دقیقا. چون یه نوع چیزم هست که بعضی خبرها هست که ما اگر کلی زحمت داریم سری اینکه هر خبری رو باید راستی آزمایی بکنیم، بعد ثبت بکنیم تو این رابطه. پس اینه، چیزهای کارهای متفاوتی میشه. این اگه ما بتونیم بین خودمون هماهنگی انجام بدیم سر این مسئله، خیلی اهمیت داره. یعنی نیاز عاجله، یعنی هنوزم دیره در این رابطه. ما که مثلا این کارو میکنیم، خب یه جزء کوچولو کوچولوی این جنبش هستیم. اگه ما همه در کنار هم قرار بگیریم، باز هم این در راه اون خم شدن در اعتراضات میتونیم نقش موثرتری داشته باشیم تو این رابطه. نکته دیگر اینه که باید فعالیت هایی که صورت میگیره، فعالیت های رسانه‌ای، قبلا هم گفتم، بین این باید هماهنگ بشه. همه این اونایی که چه ما که گفتگو میکنیم، چه شما که مهیا میکنید، تدارک میکنید این شرایطو، باید دست به دست هم بدیم و در راه هماهنگی بتونیم یک رسانه قوی‌تری که اون رسانه‌هایی که اخبار نادرست میدن، که البته متعلق به چپ نیستن، متعلق به همین نیروهای ارتجایی هستن، در مقابل اونا بتونیم، البته من منظورم این نیست که مثلا مقایسه بکنم با بی بی سی و غیره و فلان اینا، بلکه بتونیم رسانه ای رو سازمان بدیم، مثلا در برخورد با مسئله فولاد هر شب در این مثلا پنج روز مسائلشون منعکس بشه تو این رابطه، و این کاریه که باید انجام بکنیم بدیم. و بعدم همین گفتگوهایی رو که شما میذارین، میزگردهایی در رابطه با که چه چیزی جریان داره در این اعتراضات، با هم دیگر رفیقانه و دوستانه در یک محیط سالم به گفتگو بنشینیم و رو تا بتونیم روز بروز زوایای هرچه بیشتری رو باز بکنیم. مثلا من این روز این زاویه رو میگیرم که بسیار رفقای دیگری هستن از زوایای دیگر به این مسئله نگاه میکنن، و میتونه بین ما هم حتی اختلاف باشه، ولی با هم گفتگو بکنیم. به این گفتگوهای کلی نه، اون چیزهای قدیمی نه، بلکه اون چیزی که واقعا جریان داره چیه، تا بتونیم بر اساس این
روز بروز وظایف ما رو روشن‌تر بکنیم و در رابطه با پاسخگویی و وظایف خودمون قدم بریم. بسیار عالی، بسیار فکر و پیشنهاد خوبی است. ما هم سعی خواهیم کرد در حد توان خودمون به این وظیفه بپردازیم. بررسی جنبش کارگری در سال گذشته، گفتگوی ما رو شنیدید با علیرضا نوایی. آقای نوایی، سپاسگزار از وقتی که به ما دادید. منم از شما سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من قرار دادین و همچنین از بینندگان و شنوندگان شما که این برنامه رو گوش کردن. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.